چیز ببخشید. سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام ای عزیزای دلم میدونین با یه برنامه دیگه من با شمام چیز حالا فکر نکنیم ما خول شدیم دیوونه شدیم ملکی دوست خودم آهنگ میخونیم نه نه من دارم سعی میکنم بهتون انرژی بدم میخوام روحیه‌مو قوی نگه دارم چون طبق جدیدترین کشف دانشمندان و نخبگان تنها چیزی که کرونا رو سریعا درمان میکنه روحیه خوبه. همه چی اون روح و روان و همین کرونا هم اونی که آدم زود خوب میکنه روحیه است. بله روحیه داشته باشید زود خوب میکنه، ولی روحیه نداشته باشید زود بد میکنه، خیلی هم بد میکنه. ممکنه هیچ کدومتون تا الان نمیدونستین اینو، ولی بدونید که کرونا اصلا بیماری ویروسی نیست، که بیماری اعصاب و روانه و اون چیزی که درگیر میشه ریه نیست، روحیه است. پس لطفاً لبخند بزنین و خودتون رو نبازید. همین یه خورده خودش ببازه کرونای پررو میشه. ویروس پرروی چش سفید. اصلا معلوم نیست این ویروس یا سنگ پا؟ اصلا خودتون رو نبازین جلوشو. هر جا کرونا رو دیدین برین این یک دلاور خیلی بانشاط زل بزنید تو چشاش، بهش بگین You don't know me, don't... چی باشه؟ بهش بگین که ویروس های واگیردار پررو وارد بدن من نشن. مرسی اه. خودتونو ببازید پررو میشه. ول نمیکنه. با نشاط وایستید در میره. بیره کنار این کرونا مشابه اوناست اخلاق رفتارش. ببازید ول نمیکنه وایسید در میره در بره ول میکنه ول بکنه در میره. ایشون فکر کنم کرونا رو با گوز و بیماری تنفسی رو با نفخ معده اشتباه گرفته. حالا مهم نیست، مهم حفظ روحیه است، مهم شکاف هامونه. روز به روز شکاف های فاصله اجتماعی رو بیشتر میکنیم ما، ولی شکاف های اجتماعی ما کمتر میشه الحمدلله، به هم نزدیکتر میشه. والا این قسمت رو منم دقیقا متوجه نشدم از کدوم شکاف داره صحبت میکنه، چون اون شکافی رو که من اطلاع دارم دیگه شکاف نیست که، پارگی و جیرخوردگیه. ولی مهم نیست، ایشون همه ی حرفاش درسته، من شاهدم. همیشه از قبل از شکاف تا همین الان که شکاف به هم نزدیک شده همش به فکر روحیه مردم بوده که زخم نشه. ما نباید با زبانمون، با قلممون، با تعبیرمون زخم به نمک مردم بپاشه. ایناش همین ویدیوی قدیمی نشون میده که مسئولین ما از مدت‌ها قبل داشتن روی درمان کرونا کار میکردن و با این سوتی‌های عمدی سعی داشتن که روحیه ما رو بالا ببرن، در ما نشاط ایجاد کنن که بتونیم در آینده کرونا رو با یه پخ شکست بدیم که ول کنه در بره. ولی خب متاسفانه یه عده چشم دیدن این خدمت‌ها رو ندارن که همین تا ما یک نقطه مثبت پیدا می‌کنیم جیغ اونا بلند میشه، داد اونا بلند میشه، ای همه دنیا به هم ریخته، همه بدبخت شدن، ایران میگه وضع من خوبه. بابا صداتو بیار پایین، آروم بگی بابا، ساکت، چه داد و هوار نکنید آقا، ساکت، هنوز حرفی نزده که. چرا بی جنبه بازی در میاری تا میاد یه نکته مثبت بگه؟ ای بوریس اون تیغو بذار کنار، بذار اون تیغو بگیرید ازش. بابا یه دقیقه گوش کنید ببینید چی میخواد بگه، شاید نکته خیلی مثبتی نباشه. حالا تورم ما کاهشی بود، آمد پایین، هم نقطه به نقطه هم سالانه، دو مرتبه اونو عصبانی میشن. ساکت بابا، آروم بگیرید. باشه بابا باشه، عصبانی نشید، خودزنی نکنید. اصلا من دیگه ادامه صحبتهای ایشونو پخش نمیکنم. خوبه؟ والا اینم همینجوری نکات مثبتو گرفته دستش، هی زرد زرد میکنه چش خارجی بیچاره.
نمیشه که خب همه ظرفیت پذیرششو ندارن. وقتی میبینن پراید از این ور روزی 1,000,000 میره بالا ولی تورم از اون ور داره روزی 1% میاد پایین و مردم ما هی وضعشون بهتر و بهتر میشه، خب عصبانی میشن دیگه. چیکار میشه کرد؟ میگن ای چرا در دنیا همه بدبخت شدن، شما چرا وضعتون خوب شد؟ خوب شد، چیکار کنیم؟ هیچی آقا، چی کار کنید دیگه؟ هر کار لازم بوده که شما کردین دستونم درد نکنه. قرنطینه رو که برداشتین، چندر قازم که وام دادین، مترو و وسایل عمومی رو هم تعطیل نکردین، اداره ها هم که بازگشایی کردین، کارمندارم که زوری زوری فرستادین برن سر کار، پاساژا و مراکز پرتجمع رو هم که باز کردین دیگه. شما همه تلاشتون رو برای اینکه اوضاع بحرانی بشه و مردم کرونا بگیرن انجام دادین. از اینجا به بعدش دیگه وظیفه خود مردمه که با رعایت نکردن اصول بهداشتی مریض بشن و دیگه خودشونو به کشتن بدن. سه نفر بغل هم نشستید بدون ماسک، نگران نیست؟ باید باشی. الان موجودات خطرناکی دارن در سطح جامعه تردد میکنن که ممکنه برای اثبات اینکه پوشش آدما یه موضوع شخصی نیست بیان تو صورتت ها بکنن و بگن این حق ماست که ها بکنیم توی صورت بقیه. منم به کمپین چهارشنبه‌ای بدون ماسک رفتم. البته نه فقط چهارشنبه، همه روزهای هفته ماسک نمیزنم. تو صورت خودم، بدن خودم دوست ندارم ماسک اذیتم میکنه. دوست دارم ها کنم تو صورت بقیه، چون این حق شخصی منه، هیچ کس نمیتونه این حق رو نقض کنه. دوست ندارم ماسک بزنم، ماسک نمیزنم. اینم ماسک. البته ایشون خیلی خیلی قبل‌تر از کمپین چهارشنبه های بدون ماسک به کمپین شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه های بدون مغز پیوسته بوده. وگرنه هیچ آدم عاقلی روسری رو با ماسک و حق سرفه کردن رو توی صورت مردم با حق پوشش مقایسه نمی‌کنه. به هر حال کاریش هم نمیشه کرد دیگه. متأسفانه تو کشور ما بعضیا مغز خر می‌خورن، بعضیا شاش شتر. ولی خب هر کی شاش شتر می‌خوره پای لرزش هم می‌شینه. بنده هیچ تحقیقاتی برای کرونا انجام نداده بودم که این بخواد مستر ثمر باشه برای این بیماری. به خاطر همینم از همه مردم عزیز کشورم معذرت خواهی میکنم. بله خب، از نظر علم داروسازی هم هر داروی یه سری عوارض جانبی ممکنه داشته باشه. مصرف زیاد ادرار شتر هم هر چقدر هم مفید باشه میتونه شما رو از شاشخوری به گوشی بندازه و از کار بیکارتون کنه. متاسفانه این کرونا بیماری خیلی بدیه، خیلی ها رو از کار بیکار کرده، خیلی کسب و کارا رو تعطیل کرده. الان تولید شاش شتر که هیچی، تولید پراید رو هم تحت تاثیر قرار داده. آخه این پراید 111 یا همون آچبک دو روز پیش تولید شد و با این حساب تا الان دو مدل 132 و 111 برای همیشه از سبد محصولات سایپا خارج شدن. وای وای، چرا چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای زه بغل تو دارم. چطور دلت اومد ما رو ترک کنی؟ همش تقصیر این کرونای عوضیه. از وقتی پاشو گذاشت توی کشور ما انقدر آدم کش که دیگه کسی پراید رو حساب نمی‌کنه. الانم مجبورن بشینن یه ماشین دیگه بسازن که بتونه هم از پراید کشنده تر باشه هم از کرونا. که اینم خیلی کار سختیه دیگه. چون واقعا در ساخت پراید نهایت عدم ایمنی رو رعایت کرده بودن. ترمزش خراب، ایربگش بگیر نگیر، فرمونش نچرخ، بدنش پلاستیکی. تنها راهش اینه ماشین جایگزینی که میخوان تولید بکنن به محض اینکه استارت میزنی از وسط فرمون شلیک کنه وسط مغز راننده، بلکه اینجوری بشه زد رو دست پراید در آمار تلفات جانی. البته خدا رو شکر الان با روش‌های جدیدی که هر 24 ساعت تو کشورمون داره واسه درمان کرونا کش میشه، احتمالاً دیگه همه ردیف میشن و پراید میمونه که به زودی قراره برگره دوباره به صدر جدول مرگ و میر. یه راه خیلی ساده و خوب برای اینکه هم جلوگیری بشه از ابتلای به کرونا، هم انتقالش مثلا از همسرش یا از فرزندش که بیرون میاد کم بشه، اینه که شبها یه خانم، همه افراد خانواده به خصوص یه خانم خانواده، برای مدت 10 دقیقه با آب جوش بخور بده. به به، دیگه چی بهتر از این؟ از جامدات و مایعات و گازها دارن فرد فرد دارو میسازن برای کرونا. جامداتش که پنبه آغشته به روغن بنفشه بود، مایعاتش هم که ادرار شتر، گازش هم که بفرمایید بخار آب جوش. البته دقت کنید که خانم دکتر تاکید داشتن که خانم خونه باید این کارو بکنه. چرا؟ چون یهو همسرش و تاج سرش از بیرون که میاد، مبادا زبونم لال تو خونه از زنش کرونا بگیره.
اصلا معنی نداره مرد از زن کرونا بگیره که زن از مرد کرونا بگیره، اشکال نداره، اما برعکس نه. زن خوب کسیه که به شوهرش زن دوم 17 ساله هدیه بده، نه کرونا. میگه بیا با هم بریم پیش پدر و مادر آبا خانم ببینیم میتونیم خواستگاری کنیم واسه شوهرم. باید عاقل زنی باشه. به 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 به، اصلا آدم لذت میبره. بله که باید عاقل زن باشه، باید عاقل زن باشه که عقلش برسه برای شوهرش زن دوم بگیره دیگه، ابله زن باشه که دنبال یه زندگی احمقانه تک همسریه. بیاین این فرهنگ زیبایی از خودگذشتگی و همسر دوستی رو یه جوری جا بندازیم که کم کم اصلا روز مرد به جای جوراب همسر دوم هدیه بدیم. چه اشکالی داره مگه؟ یکم از خودگذشتگی های این شکلی رو داشته باشین تا بیارنتون تو تلویزیون ازتون تجلیل کنن. You don't know this. Don't ever think you know this. به به شادی خانم. به به آقای سینا خان، حال شما؟ احوال شما خوبی؟ قربونت، مرسی عزیزم، تو خوبی؟ قربانت. ببین آخرش تو خواننده نشدی، آخرش یه دونه موزیک ویدیو ندادی بیرون. نمیدونم فکر میکنی چرا سینا؟ برای اینکه Because you don't think. I don't think. You don't think. بذار تمرین کنم. تو اگر تینک کنی برو قشنگ بشین توی یه گوشه اتاق تینک کن. همینجو تینک کن تینک کن تینک کن تینک کن تینک کن تینک کن، یه رفعه مثلا ایده موزیک ویدیو آهنگ میاد. خب و دیگه خودتون با هم تو خونه درست بکنین فیلمشو، برین من پخش میکنم تو برنامه. میشه الان؟ خب الان وقت داریم که بذار الان بخونم دیگه. You don't know me. بخون ببینم. You never think you know me. خوب بود؟ تو خوب خیلی داری خوب میکنی. خیلی خوب داری میکنی. نه دمت گرم. تام آقا همیشه. حمیدم توی موزیک ویدیو یه تکه میگه I can feel your love. میگه I can see your love یا I can feel your love. ببین این بخش آهنگش، بخش در واقع آموزشیه. داره میگه I can see your love. love تو بپوشون. مثلا یه همچین چیزی احتمالا. برای در اونش آموزش پوشش مناسب بوده دیگه. خوشم میاد حمید غیرتی. نه درود بهش. مرد درست این میگه. اجازه نمیده زنش نفس بکشه بدون اجازهش. اینجوریه. درسته. بله. حالا بریم چیز میزه ببینیم. بریم. چه عجیب، اینا کی این پولا رو گرفتن؟ چرا با هم نمیخونه این عددا؟ باید برم به رئیس گزارش بدم تا جلوی این تخلف بزرگو بگیره. آقای رئیس، یه اتفاق خیلی بد افتاده. چقدر بد؟ خیلی بد، خیلی خیلی بد. چی شده؟ بگو دیگه، مردم از استرس. نه قربانم، نه یه عالمه. چی؟ یه عالمه ماهواره؟ نه رئیس، یه عالمه. نکنه یه عالمه تخت خواب دو نفره نشون دادن تو سریال؟ نه اجازه بدین توضیح بدم. خب بگو میشنوم. متاسفانه یه عالمه زن و مرد تو پارتی. با مصیبت ها. نه یه عالمه پول گم شده. خب چی؟ خب ادامهش؟ ادامه نداره. همین؟ بله. احمق، یه جوری گفتی یه اتفاق بدی افتاده. گفتم چی شده؟ نگران نباش، در اداره ما حتی یک دلار، حتی یک ریال هم گم نخواهد شد. سلام، لطفاً این 4.8 میلیارد رو تایید کنید بریزیم به حساب من که برم تجهیزات پزشکی وارد کنم. قربان این خودشه. خود کی؟ همون که گفتم پول گرفته پس نداده. تو خودشی؟ نه من خودش نیستم. ولی من مطمئنم خودشه. وقتی خودش میگه خودش نیست، تو چی میگی این وسط؟ برو گمشو بیرون ببینم. خب چی میفرمودید؟ اینجا رو امضا کنید، من 4.8 میلیاردم رو بگیرم برم تجهیزات پزشکی موارد کنم. احسن به شما عزیزان خدمتگزار، یه دونه امضا کافیه؟ خب این هم سفارش شما. تعداد 20,740,000 شورت همونطور که سفارش داده بودید. جنسشون خوبه؟ افتضاح، دوبار بپوشه زانو میندازه. فقط بی زحمت روشون یه آرم نایک هم بگو چاپ کنن بشه گرونتر فروختشون.
این 2 میلیارد دلار رو امضا کنین، قراره که کالاهای اساسی وارد کنین. امضا نکنید قربان، دروغ میگه. دروغ میگی؟ نه دروغ نمیگم. دروغ میگه قربان. قسم بخور. به جان ایشون راست میگم. بیا قسمم خورد دیگه، چرا تهمت میزنی؟ قربان تهمت نیست، اینجا رو ببینید، دفعه پیش به جای تجهیزات پزشکی شورت وارد کرده. راست میگه؟ به جای تجهیزات پزشکی شورت وارد کردی؟ نه بله نه، ولی نه، ولی خب به هر حال پزشکا هم شورت میپوشن دیگه قربان. راست میگه، از این زاویه به قضیه نگاه نکرده بودم. ای بابا این چه وضعشه؟ من میرم به همه میگم این موضوع، رسانه‌ایش میکنم. به همت مسئولین محترم، یک عنصر معلوم الحال که با سیاه نمایی و شایع پراکنی قصد زیر سؤال بردن خدمات مسئولین را داشت، دستگیر و اعمال قانون شد. چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز